اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلک اعدائهم و قتلتهم و ظالمیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که امروز هم توفیق حاصل شد در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم با قسمتی دیگر از برنامه معراج. انشاءالله که در هر کجا که هستید در سلامت و عافیت باشید و طاعات و عباداتتون مقبول. در خدمت کارشناس محترم برنامه حاجی بهره‌مند هستم و خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده محضر همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله عنایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال همه عزیزان باشه و خدای متعال به برکت امام زمان گرفتاری را از قاطبه اهل ایمان برطرف کنه و انشاءالله ریشه هر ظالمی را از روی زمین برداره. الهی آمین. در جلسه گذشته با توجه به سوره عصر و آیات شریف این سوره اشاره فرمودید به خسران حقیقی انسان که از دست دادن سرمایه عمر هست و عمری که بایستی صرف انجام اعمال صالح و در مسیر حق حرکت کردن و انجام طاعات و عبادات الهی باشه. اشاره فرمودید به روایت از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که حضرت فرمودند مبادرت در انجام خیر موجب رشد و تکامل انسان میشه و بالعکس به تأخیر انداختن انجام خیر و مبادرت در کارهای شر موجب هلاکت انسان میشه و در نهایت تأکید بر این که انسان بایستی در انجام امور خیر همواره تعجیل کنه و سبقت و پیشی بگیره و بالعکس در انجام امور شر تأمل داشته باشه و درنگ و اینکه خدای نکرده همانند کسانی که ظلم کردن به اهل بیت عصمت و طهارت و قصب خلافت کردند مبادرت به ظلم و شر نداشته باشه. انشاءالله بعد از تقدیم حدیثی به شما بینندگان عزیز به استودیو برمیگردیم و ادامه صحبت رو از زبان کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
ولعنت الله على اعدائهم ومخالفيهم اجمعين السلام على المهدي وعلى آبائه. باید در انجام کار نیک و انجام کار صالح و شایسته باید انسان سرعت داشته باشه. تنبلی، سستی، بیحالی این باعث میشه که فرصت انجام عمل از دست انسان برد بیرون و اضاعت الفرصت غصه. مولا امیر المومنین علیه السلام میفرماید از دست دادن فرصت عمر و فرصت انجام عمل صالح این مایه غصه و مایه پشیمانیه. رضا مولا میفرماید طوبا لمن بادر صالح العمل. طوبا برای کسی که مبادرت کند و پیشی بگیرد از دیگران در انجام عمل صالح. چند تا مطلب اینجا هست. اولا ببینیم کلمه طوبا به چه معناست که در قرآن کریم هم آمده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن مآب و حسن مآب. این کلمه طوبا به چه معناست؟ گاهی به معنای خیر و سعادت. خیر و سعادت از آن کسی است که عمل صالح را به تأخیر نندازه، بلکه سبقت بگیرد از دیگران در انجام عمل صالح. باید دنیا را گذاشت کنار و عمل صالح را مقدم بکنیم بر عمل دنیایی. لذا می‌فرماید اون جایی که تعارض بکنه عمل آخرتی با عمل دنیایی باید انسان مقدم بکند عمل آخرت را بر عمل دنیا. اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. این از فرمایشات حضرت امام مجتبی علیه السلام. گاهی درست معنا نمیشه این حدیث شریف. بعضی به غلط معنا میکنن که آدم باید چنان برای دنیا کار کنه که انگار بناست برای همیشه در دنیا باشه و برای آخرت چون فردا بناست از دنیا بره، بله باید فردا رو مد نظر بگیره، اما برای دنیا مادام العمر. معنای حدیث شریف این نیست. می‌فرماید معنای واقعی این حدیث اینه که عمل برای دنیا باید اون رو به منزله موسع بگیریم. یه واجب داریم واجب وسیع از نظر وقت، یه واجب داریم واجب مزیق یعنی از نظر زمان وقتش کمه، تنگه. اگر تعارض شد بین واجب زماندار با واجبی که زمانش کوتاهه باید مقدم کنیم اون واجب مزیق را بر واجب موسع. مثلا فرض بفرمایید اول وقت ایستادیم تو مسجد که نماز بخونیم، همون اول وقت مسجد نجس شد. از یک طرف تطهیر مسجد واجب، از یک طرف نماز خوندنم واجب، هر دو اینها واجبه. خب کدوم بر دیگری مقدمه؟ اگر در اول وقت باشیم وقت برای نمازمون وسیعه، وقت داریم، اما وقت برای تطهیر مسجد وقت دیگری نداریم، باید فوراً انجام بگیره. لذا باید نماز را نخونیم، مشغول تطهیر مسجد باشیم. یعنی واجب است مقدم کنیم اون واجبی که زمانش مزیقه و وقتش تنگه،
این رو مقدم بکنیم بر واجبی که زمانش موسعه. رضا می‌فرماید دنیا رو واجب و موسع بدون، اعمل لدنیا که انک تعیش و ابدا. برای کار دنیا عجله نکن، کار دنیا خودش درست میشه. اعمل لآخرتک که انک تموت و غدا. برای آخرت فرصت نیست، مجال نیست، باید عمل آخرتی را بر عمل دنیایی مقدم کن، چون دنیا فانیه و از بین رفتنیه، اما اون آخرتی که باقی است، آخرتی که زندگی واقعی مربوط به آخرته، به خدای عزوجل ما را برای بقای در آخرت آفریده است، نه برای زندگی فانی دنیا. خلقتم للبقاء لا للفناء، خلقتم للبقاء لا للفناء، یعنی شما را برای آخرت که باقی است شما را آفریده از خدای متعال، نه برای دنیای فانی. پس همیشه باید عمل مربوط به آخرت را مقدم کنیم بر عمل دنیایی. اگر کسی این کار کرد، مولا می‌فرماید طوبا، خیر و سعادت برای چنین کسیه. یکی از معانی دیگر کلمه طوبا بهشته. بهشت از آن کسی است که مبادرت کند در انجام عمل صالح. بعضی از تفاسیر بر اساس بعضی از روایات فرمودن منظور از طوبا یک درختیه در بهشت، انسان مالک اون درخت می شود در بهشت اگر عمل صالح را درش مبادرت داشته باشد و سرعت بگیرد، از دیگران سبقت بگیرد، از دیگران در انجام عمل صالح. طوبی لمن بادر صالح العمل. این صالح العمل چیه؟ صالح العمل، صالح العمل، عمل صالح مراتبی دارد. اولین مرتبه عمل صالح اعتقاد صالح، شناخت، معرفت. انسان برای کسب معرفت و برای به دست آوردن عقیده سالم، عقیده سالم که در قلب انسان رسوخ بکنه و غیر قابل زوال باشه، برای به دست آوردن چنین عقیده‌ای باید از دیگران سبقت بگیره. عمل صالح نصرت و یاری حجت خدا، اطاعت از حجت خدا که فرمود اعینونی به ورع و اجتهاد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اعینونی یعنی منو یاریم کنید به ورع و اجتهاد. ورع یعنی تقوا، تقوای قلبی. در به دست آوردن تقوای قلبی انسان باید چکار کنه؟ باید از دیگران پیشی بگیره، سبقت بگیره، چون عمل قلبی که ورع و تقوا باشد یکی از راه‌های نصرت و یاری ائمه هدی علیهم السلام و یاری کردن امام زمان علیه السلام. خب اجتهاد و کوشش در انجام عمل صالح، نسبت به این کار هم انسان باید از دیگران پیشی بگیره. طوبی لمن بادر صالح العمل قبل ان تنقطع اسبابه. چون عالم عالم اسبابه، هر چیزی را باید از راه سببش به دست آورد. خب اسباب انجام عمل صالح همیشه در اختیار انسان نیست، گاهی اسبابش از بین میره. از اسباب انجام عمل صالح بدن سالمه، با بدن سالم انسان میتونه عمل صالح انجام بده. گاهی مال و ثروته، بعضی از عبادات عباداتیه، عبادات مالیه، باید مال انسان خرج کنه. خب اگر مال نداشته باشه اون عبادت مالی را نمیتوند داشته باشه. خمس عبادت مالیه، خمس عبادته، با خمس انسان
تقرب پیدا میکنه به خدای عز و جل. زکات عبادت مالیه، خب با زکات دادن تقرب پیدا میکنه به خدای متعال. صدقه یک عبادت مالیه، بنابراین اگر انسان مال نداشته باشه از توفیق صدقه دادن محروم میشه، از توفیق زکات دادن محروم میشه، از توفیق خمس دادن محروم میشه. یکی از بزرگان میفرمود من عمدن یک کاری میکنم که به مالم خمس تعلق بگیرد، با اینکه خودش همچین وضعش خوب نبود و مالی از خودش نداشت، اما یک کاری میکرد که سر سال ولو یک درهم ولو یک تومان به مالش خمس تعلق بگیره تا نام او نوشته بشه و جزء کسانی که تقرب جسته به خدای متعال از راه خمس. بنابراین اون هر عبادتی که بر انسان لازم میشد یا بهتر است اون عبادت انجام بگیرد، این یا مالیه یا بدنیه. خب انسان بدن سالم نداشته باشه نمیتوند عبادت انجام بده، مال نداشته باشه نمیتوند اون عبادت مالی را انجام بده. گاهی عبادات هر دوی اونها درش هست، هم عبادت بدنیه هم عبادت مالیه. مثلا حج هم باید مال خرج کنه، چون تا مستطیع نشه از نظر مالی، من استطاع علیه سبیلا، تا استطاعت و تمکن مالی پیدا نکنه نمیتونه حج بره. هم در حج اعمال سنگینی هست که نیاز به بدن سالم داره. بنابراین حضرت میفرماید قبل از اینکه منقطع بشه اسباب انجام عمل صالح، قبل از این انسان باید سبقت بگیره، مبادرت بجوره و مبادرت بکنه برای انجام اون عمل صالح که عرض کردید مهمترین اونها ولایت، شناخت امام، معرفت پیدا کردن به مقام امام و عمل کردن به دستور امام معصوم علیه السلام. یا باز امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد بادر الطاعه تسعد، وظیفه انسان اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت سه نفر حتما لازم و واجبه، اطاعت از الله که ما را آفریده، اطاعت از رسول الله که فرستاده شده ای از طرف خدای عز و جل برای بیان احکام الهی، اطاعت از امام علیه السلام که مجری احکام الهیه، یعنی اون احکامی که توسط پیغمبر اکرم برای مردم بیان شده است، تبیین بیشتر و اجرای اون احکام به عهده امام علیه السلام، امام معصوم علیه السلام گذاشته شده. لذا باید از هر سه اینها باید اطاعت کنیم و در اطاعت از اونها برای ما منفعت دارد، برای ما سود دارد. اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از امام اثرش و فایدهش به خود انسان مطیع برمیگرده، نه به اونها، نه عبادت های ما فایدهش به اونها برمیگرده، نه معصیت و خلافکاری ما ضررش به اونها برمیگرده. اگر اطاعت کردیم نفعش را خودمون میبریم و اگر معصیت کردیم ضرر و مفسدش را خودمون خواهیم دید، به ما برمیگرده ضررش. بنابراین میفرمود اگر خواستی سعادتمند بشی بادر الطاعه، نمیفرماد اطع تسعد، بلکه میفرماید بادر الطاعت تسعد، این در انجام طاعت سبقت بگیر از دیگران، جلو بیفت از دیگران. لذا انسان باید نمرش همیشه نمره 20 و مافوق 20 باشد. یه آدم عادی معمولی نباید انسان باشه،
باید یک انسان فوق العاده باشه. لذا میفرماید بادر، نمیفرماید اطع، اعمل، بادر العمل. حالا که بناس عمل انجام بدی، چرا آخر وقت؟ خب اول وقت انجام بده. چرا میگذاری که دیگران انجام بدن؟ خب خودت انجام بده، خودت پیش قدم بشو، خودت اون کار خیر رو زودتر از دیگران انجام بده. بادر الطاعت تسعد. یا باز فرمودن بادر بادر البر، بر یعنی عمل نیک، عملی که هم خدا دستور و آن داده است، هم مورد تأیید عقل و مورد تأیید عقلا است. اون عمل نیکی که خدا نسبت به اون عمل رضایت دارد، این را چکار کن؟ این را نسبت بهش باید مبادرت داشته باشی. چرا؟ چون زمان عمل کوتاهه. فإن اعمال البر فرصه، اعمال بر یک فرصتیه که برای انسان رخ داده است، همیشه نیست. الفرص بطیعت العود سریعت الفوت، از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام. میفرمود از دست دادن فرصت سریعه، تند فرصت از دست میره، ولی اومدن فرصت، پیدا شدن فرصت عمل برای انسان به کندی انجام میگیره. فرصت به کندی میاد اما به سرعت هم از دست میره. پس بنابراین قبل از اینکه سرعت، قبل از اینکه فرصت از چنگ انسان برد بیرون، باید انسان موفق بشه به انجام اون عمل نیکی که در اون فرصتی که برای ما به وجود آمده. بادر البر فإن أعمال البر فرصتون، در شعری که، در بیتی که منسوب است به امام معصوم، شاید منسوب به آقا امیر المؤمنین علیه السلام، میفرماید تزود من الدنیا فإنك راحل وبادر فإن الموت لا شك نازل. تزود من الدنیا، دنیا را باید محل جمع کردن ذات و توشه آخرت باشه. دنیا جای خیلی خوبیه، دنیا جای بدی نیست، چون در دنیا انسان میتونه ذات و توشه آخرت را برای خودش جمع کنه. میفرماد مبادرت کن و توشه برداری کن از دنیا برای آخرت. چرا؟ چون تو از این دنیا باید رحلت کنی. فإنک راحل و بادر، در عمل خیر، در انجام عمل خیر مبادرت داشته باش، چون موت و مرگ بدون شک شامل حال همه میشه، شامل حال تو هم میشه. و قبل از اینکه مرگ فرا برسد، انسان باید عمل کنه. الیوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. بسیار ممنون و متشکر از فرمایشاتتون. انشالله که خداوند هر روز توفیق انجام اعمال صالحی که مورد رضایت و امضای امام زمان علیه السلام باشه رو به همه ما عنایت کنه. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، به استدیو برمیگردیم و انشالله پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و همراهان حسینی. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز گذشته سوالی مطرح شد در خصوص کسانی که عطر زدن برای اونها حرام هست. دو مورد رو اشاره فرمودید، یکی شخص محرم و دیگر خانومی که در عده هست. آیا مورد دیگری هم هست اضافه بفرمایید؟ بله، همطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، عطر زدن برای بعضی حرام، جایز نیست، همینطوری که برای بعضی خوبه و مستحبه. انسان حتی اگر پول هم نداشته باشه مستحبه پول قرض کنه و عطر بخره و خودش را معطر کنه، اما در بعضی موارد جایز نیست، حرامه. یکی مسئله احرام، اونجایی که انسان محرمه نباید عطر بزنه. یکی هم زن در وقتی که در عده وفاته، وقتی در عده وفات همسرش هست، این باید 4 ماه و 10 روز عده بگیره. در این مدت آرایش کردن، زینت کردن برای او صحیح نیست. عطر زدن هم جزء موارد تزیینه، جزء موارد آرایش کردنه، لذا بر او حرام میشه. سوم، کسی که معتکفه، اگر کسی معتکف شد، مثلا مستحب انسان در ماه رجب معتکف بشه، مستحب انسان در ماه مبارک رمضان در مسجد جامع شهری معتکف بشه. کسی که در حال اعتکاف است، مادامی که در حال اعتکاف است، نمیتوند از عطر استفاده کنه. بله، عزیزی پرسیدن که کیفیت خواندن نماز جناب جعفر طیار علیه السلام رو براشون بیان بفرمایید. بله، از نمازهای مستحبی که تأثیر مهمی داره برای برآورده شدن حوائج، برای رسیدن به حاجاتی که انسان داره، برای بخشیده شدن گناهان، برای تسریع در امر ازدواج خیلی مؤثره، نماز جعفره. که نماز جعفر را انسان میتونه در حرمهای ائمه خدا علیهم السلام بخونه و بهترین وقت خوندن نماز جعفر روز جمعه. همه وقت میتوند انسان بخونه، ولی بیشتر سفارش شده است بخوندن این نماز در روز جمعه. دو رکعت است نماز جعفر. در 2 رکعت اولی بعد از حمد سوره اذا زلزلت الارض زلزالها را بخونه، سوره زلزال، و در رکعت دوم بعد از حمد سوره والعادیات را انسان بخونه، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا تا آخر. بعدش هم سلام دارد و تشهد دارد و سلام. در رکعت سوم، یعنی در 2 رکعت بعدی، رکعت سوم میشه بعد از حمد سوره نصر خونده میشه، اذا جاء نصر الله والفتح، و در رکعت آخر بعد از حمد سوره قل هو الله احد، سوره توحید خونده بشه. منتها 300 مرتبه تسبیحات 4 داره، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بعد از حمد سوره، قبل از رفتن به رکوع، 15 مرتبه تسبیحات 4 باید گفته بشه. یعنی حمد خوندیم، سوره خوندیم، بلا فاصله بعدش 15 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. در رکوع 10 مرتبه تسبیحات 4. سر از رکوع برمیداریم، قبل از اینکه بریم برای سجده در حالت ایستاده 10 مرتبه تسبیحات 4 بگیم. رفتیم به سجده، 10 مرتبه در سجده، سر سجده
بلند کردیم بین دو سجده که نشسته ایم 10 مرتبه تسبیحات اربعه رو میگیم. میریم برای سجده دوم باز میشه 10 مرتبه باید تسبیحات اربعه رو بخونیم. از سجده بلند سر بلند میکنیم، میشینیم، قبل از اینکه قیام کنیم برای رکعت بعدی 10 مرتبه باز تسبیحات باید خونده بشه. در رکعت دوم همینطور، در رکعت سوم همینطور، در چهارم هم همینطور که مجموعاً میشه 100، یعنی در مجموع میشه 300 مرتبه. در هر رکعتی 75 مرتبه تسبیحات داره، 15 تا در بعد از حمد سوره و 60 تا که 10 تا 10 تا در رکوع و بعد از رکوع و در سجده اول و بین سجدتین و در سجده دوم و بعد از سجده دوم 6 تا 10 تا میشه 60 تا، اونجا 15 میشه 75 تا، ضرب در 4 میشه 300 تا. 300 تا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دارد، خیلی سفارش شده و بزرگان به این نماز بسیار اهمیت میدادند. سپاسگزارم. عزیز بیننده پرسیدن که آیا خانم ها می توانند نماز خود را بلند بخوانند و گفتند که اضافه کردند که من تا بلند نخوانم نمازم رو حواسم جمع نمی شود، این راه حلی خواستند. نماز را باید بر طبق دستور باید خونده بشه. به دلم می چسبه یا نمی چسبه، می شد یا نمی شد، فایده ای ندارد. فرمودن نماز ظهر و عصر، حمد سوره نماز ظهر و عصر همه باید آهسته بخونن، مردها و زنها. اگر کسی عمدن یک کلمه از حمد سوره را، حتی یک حرف از حمد سوره را بلند بخوند عمدن، این نمازش باطل میشه. بله، در نماز صبح و مغرب و عشا زن میتونه، یک خانم میتونه همین حمد سوره را بلند بخونه، به شرطی که نامحرم صدای او را نشنوه. بله، اما مردها که اونا واجب است بر اونا که حتما در این سه تا نماز، یعنی صبح، مغرب و عشا، حمد سوره خودشون را حتما بلند بخونن. بله، عزیز بیننده سوالشون رو اینطور مطرح کردن که فروختن موها چه حکمی دارد؟ عده ای از فقها ها این را جایز میدونن، ولی آیت الله شیرازیشون میفرماد بنابر احتیاط واجب این کار انجام نگیره. حالا اگر کسی بخواد به این احتیاط عمل نکنه، میتونه رجوع کنه به مرجع بعدی، به فالاعلم، اونی که مقلد حضرت آیت الله شیرازیه و بخواد موهای خودش را بفروشه، میتونه به مرجع رجوع کنه که او اجازه میده فروختن موها را، اما ایشون اجازه نمیدن، فرمان بنابر احتیاط واجب از فروختن موها خودداری بشه. بله، پرسیدن که خوردن و آشامیدن در حالت جنابت آیا اشکال دارد؟ در حالت جنابت چند تا کار بر شخص جنوب کراهت داره. مثلا خوابیدن برای شخص جنوب کراهت دارد، همچنین خوردن و آشامیدن برای شخصی که این حالت جنابت رو دارد برایش کراهت دارد. البته اگر دست ها رو بشوره، دست و دهانش رو بشوره، یا وضو بگیره، اگر وضو بگیرد و بعد غذا بخورد، بعد آب بنوشه، اون کراهت برداشته میشه دیگه، کراهت برای او نخواهد داشت. عزیز بیننده ای پرسیدن که شناختن نام 12 امام معصوم آیا لازم هست؟ بله، برای کسی که معتقد به ولایت و امامت 12 معصومه این دیگه اقل واجب اینه که نام حضرات 12 امام علیهم السلام رو به ترتیب باید بلد باشه و از امام
اول تا امام دوازدهم باید اعتقاد به امامت این عزیزان باید داشته باشه و بدون شناختن اسمها، اسم ائمه، خب این اعتقاد اعتقاد ضعیفیه. باید حتما نام امامان علیهم السلام اینها رو انسان بلد باشه، چون مورد سوال واقع میشه. در قصه علی ابن حمزه بطائنی که واقفی بود و انکار کرد امامت حضرت رضا علیه السلام را و توقف کرد بر امامت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، این وقتی از دنیا رفت حضرت رضا علیه السلام فرمودن الان در قبر ازش سوال کردن من امامک، امام تو کیه، امام اول تو کیه، گفت علی ابن ابی طالب علیه السلام. سوال کردن بعد کی، گفت امام حسن. بعد کی، گفت امام حسین. خلاصه رسید به آقا موسی بن جعفر، گفتن بعد کی، سکوت کرد، اعتراف نکرد به امامت حضرت رضا علیه السلام. قبر او تبدیل شد به آتش جهنم و وصل شد به جهنم و به درک واصل شد. بنابراین دونستن نام ائمه هدا علیه السلام لازمه. بله، بسیار ممنون و متشکرم از شما و همه شما عزیزان که در این قسمت هم با ما همراه بودید. از دعای خیرتون انشاءالله ما رو محروم نفرمایید. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. اللهم